سماوار جوشه آفتاب سر کور افشونه سماوار جوشه یارم تنگ تلاوشش گرفته غمزه میفروشه یه دونه انار دو دونه انار سیصد دونه مرواری میشکنه گل میپاشه گل دختر بود شاید صفر دختر صفر خونم تویی خونم ابریشم بله الو ناصر چند روز این دوره برام پیدات نشه بعد جوری دنبالته الان کجایی؟ جلو در خونت من اسیر اینجا گذاشته که کشیک بدیم از طرف من بهش بگو ناصر زنگ زد گفته تا پولامو ندی از جنس خبری نیست فقط جون و مادرت نفهمی که ما با توی ما اگر بفهمه فاتحه ما خونده است نه ترس شریک دوز و رفیق غافله نه ترس جایی داری بری؟ خیالت راحت هی کجایی مرد چه به روزگارت اومده کو غلام ابریشمی که نقش فرشاش با آدم حرف بزد نقش سبزش خونکی چمن رو داشت و نقش زردش گرمی خورشید و چه به روزگارت اومده غلام آه چی بگم چی بگم آخه من از خدا مرگم و خواستم و خلاصم کنه آخه چرا؟ گوش کن ببین چی میگم سفر من اینجا نیومدم که با تو درد دل کنم حکایتم از سر و روم معلومه جمشید خان به اتفاق اسمی میری سر کوچه مراقبت میکنید خیلی مواظب باشید ها زبله این ماهی لیز میخوره از دستتون منم میرم کوچه بالایی فقط از دستتون در نره چهار چشمی مراقب باشی خیالت راحت باشه پرویز خان این موش میگیرم تو دستان رهش میکنم بچه ها مراقب سر کوچه باشید ناکس مثل که در رفته من دارم میرم تو آره خوب مراقب باشید دست پرویز پلنگ در میری آره گیرت میارم اما در زاده نشده پرویز پلنگ رو دور بزنه ای ناکر یه انسانم با خودش برده خب دوتا چایی بریزم با هم بخوریم برام تعریف کن ببینم چیه ماجرا غلام جان آقا صفه بگو ازت میخوام مردونگی کنی و دخترم رو نجات بشدی سب کبینم دخترت مگه تو دختر داری غلام آره دارم خب یعنی داشتم بیشت و سه سالشه خب نگاه رو میگم خب پاکه پاکه پاک عین دریا آخه کجا رو بگردم کجا باید پیداش کنم غلام یه خود رو پاد باست ببینم چی میگی آخر من که رو پای خودمم سفر جون سه سال پیش از خونه زد بیرون
خب و ردشو تهرون پیدا کردم. ولی آن سفر ببینی که دیگه نا ندارم دنبالش برم. بیا اینم عکسشه. چایی چه بخواب؟ ازت میخواب چرا خدا پیداش کنی؟ خیلی خوب بابا، گریه نکن، گریه نکن، چایی چه بخواب. آقا پرویز دست از سرم وردار، ولم کن. زری خانم کاری نداره که، میری تو اتاقش با یه بهانه میفرستیش بیرون، تا رفت بیرون شناسنامه رو برمیداری میاری. نمیشه نمیشه نمیشه. بابا خودت گفتی همیشه شناسنامه‌هاشونو میذارن تو دراورشون. خب بردار بیار قال قضیه رو بکن دیگه عزیز. دست از سرم وردار، بهت میگم من این کارا رو بلد نیستم، هنوز یاد نگرفتم، نمیکنم. بفرما خجالت بکش، بی بغلم مادر، برو کنار ببینم. چه خبر؟ هیچ چه بابا، چه خبر نیست اصلا. ما نیست چی کار داریم کنیم؟ ما مردیم از گرسنگی. کار کنم اصلا چه خبری نیست، همینجور علف میکنم اینجا. آخ ببین خود جنسه، حواست هست؟ عالیه. وای ببخشید آقا، معذرت میخوام، خورم بدین من کتتون ببرم اون بر بشورم. اصلا خودتون ناراحت نکنید، اصلا با آب سش شسته بشه سری پاک میشه. اصلا چیز مهمی نیست، ببخشید. مامان جان ما که با هم دعوا نمی کردیم، داشتیم با هم حرف میزدیم دخترم. پس صدای بابا اینقدر بلند بود؟ صدای بابا اینقدر بلنده وقتی حرف میزنه شیشت خونه اون ورتا شیشاش میلرزه. بله شما حالتون خوبه؟ گیرم که خوب باشه، فرمایش. ببین زری جان، ای وای ای وای، ببین تو دو راه بیشتر نداری. راه اولش اینه که خود جنابالی بری جنس ها رو برداری بیاری. راه دوم که آسون تره اینه که بری خونه من خانوم شناسنامه شوهرشو برداری بیاری، بدی من برم جنس ها رو بیارم. حالا کدومو قبول میکنی؟ کدوم راهو؟ راه سومو. راه سومی در کار نیست. تو میفهمی چی داری به من میگی؟ تو اصلا حواست هست؟ ای بابا داری به من میگی برو خونه مردم دزدی کن؟ ای کدوم زنیه که این کارو واسه شوهرش میکنه که من دومیش باشم؟ دزدی کدومه؟ بی خودی صداتو میبری بالا. میگم برو شناسنامه شوهر من خانوم امانت چند روز ورد بیار، همین. وای بر تو، از کی تا حالا دزدی شده امانت داری ها؟ ببین زری جان، من تا حالا تو این سه ماه 10 دفعه رفتم اومدم. بابا چرا متوجه نیستی؟ من تابلو شدم، همه منو میشناسن. این دفعه برم گیر میافتم ها، تو اینجوری میخوای؟ خب یکی دیگه رو بگو بره، تو که بلدی. میگه یکی دیگه بره؟ مگه یادت نی اون دفعه ناصر رفت جنسا رو برداشت آب شد رفت تو زمین؟ من دستتو نمیدونم باید چیکار کنم. ها اصلا یه کاری کن، بیا برو خونه خواهره، شناسنامه شوهر خواهرتو امانت بگی. اگرم گیر افتادی چون خواهرت صداش در نمیاد دیگه، خیلی فکر خوبیه ها، امانت بگیر. بفرمایید آقا، خیلی تمیز شد، شستم. بابا خواهش میکنم، خودت خیلی زحمت انداختی، واقعا شرمنده. اصلا اتفاق مهمی نبود. خواهش میکنم، شما لطف داری، با اجازهتون من برم، عجله دارم. خواهش میکنم، خدا نگهدار. سلام آقا. سلام آقا. کپی داشتم. بله شما این شالا کجتش میبرید؟ آلمان. عوض میخوام، برای چه کاری؟ پیش پدر و مادرم میرن. گذرنامه تو جیبم بودا؟ نیست دوست. آقا یه زنگ به کلان. نه 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 چی شد؟ ماما خوب دادم برم. آره قربون اون شکلت برم. آره آفرین دختر گلم. میگم زری مرچی فکر. ماما ببینم ایوه قربونت برم، داری بزرگ میشی مادر. بابا دندون بچه رو ول کن، من هرچی فکر میکنم عقلم به جایی نمیرسه. مگه داری؟ حالا وقت شوخی نیست، یه کمکی بده، یه کاری بکن. من که به تو گفتم برو سجل شوهر خواهرتو امانت بگیر، برو جنسا رو ورد و بیار. آخه این چه حرفیه تو میزنی؟ اون به من میخوره؟ بابا 50 سالشه ولی شوهر من خانم اصل جنسه. شناسنامه رو میاری؟ من عکسشو میکنم، عکس خودم میزنم روش.
همین. تو فقط جناس عمره بیار، کاری به این کارا نشه. هیچ کس نمیفهمه. هیچ کس حالیش نیست الا تو. من که نمیگم کسی متوجه نمیشه. کسی حالیش نیست. یه مهر درست میکنم عین این سجل احوالیا، میزنم رو عکسم، تموم. میرم جنسا رو میارم. لا اله الا الله. آقا پرویز دست از این سر وردار. دست از سرم وردار. میفهمی یا نه؟ بابا انقدر نزن تو این سرت. من ناراحت میشم. ببین زری جان، مگه تو نمیگی این کارو ببوس و بذار کنار؟ خب که چی؟ خب این دفعه اگه شناسنامه رو بیاری، برم جنسا رو بیارم، دیگه این کارو میبوسم میذارم کنار. قول بهت میدم. زری جان به خاطر من برو. خواهش میکنم. به خاطر پرویز. پرویز. باشه بریم مادر ببینم. دیگه نمیدونم چیکار کنم از دست تو. آقا همه مدارکم آوردن. شما مطمئنی که همراهتون بوده؟ بله بله، الان میومدم چک کردم، تمام مدارکم تو جیبم بود. متاسفانه اینجا این اتفاقا زیاد میفته، گذرنامه پاسپورت زیاد میدوزن. حالا چیکار باید کردم؟ آقا شما هیچ کاری نکردین؟ ای بابا شما مواظب جیب خودت نمیتونی باشی. ما چطوری مواظب جیب شما باشیم؟ آقا من باید دو هفته دیگه آلمان میشه مادرم باشم. ببینم قیافه اون طرف یادته؟ قیافش شما؟ بله بله. میگم قیافه سارق یایتونه؟ بله بله کاملا قیافش یادمه. خیلی خوب، این کارتون راحت میکنه. یه دونه شکایتنامه تنظیم کنید بدین کارتا اینو خودشو پیگیری میکنن، پیداش میکنن. آقا شکایت کنم که گیر میافته اذیت میشه. خب عزیز دلم باید گیر بیفته که شما به مدارکات برسید. یعنی هیچ راهی دیگه نداره من به مدارک؟ هیچ راهی دیگه نداره. اگر خیلی براتون این دوز محترم عزیزه و وقتتون هم زیاده، میتونی یه مدت بیان در این سفارت و سفارتخونه های دیگه اونجوری ممکنه پیداش کنی. آه یعنی این اتفاق باز زیاد میفته؟ بله، با یه سرنخ پیدا کنین اون موقع گذرنامات پیدا میکنین. آقا خیلی لطف کردین، ممنونم، خیلی لطف کردین. خداحافظ شما. مهین جان، مهین خانوم. بله. سلام زری جان. سلام. خیلی خوش اومدی. چیزی شده؟ ببخشید سر زور مزاحمت شدم. نه قربونت برم، این حرفا چی شده؟ یه ذره با پرویز بحثم شده، حالم بده، گفتم یه ساعتی بیام پیش تو از این حال و هوا در بیام. ای بابا اب نداره، بیا تو عزیزم، بیا بریم تو، فقط پرویز و بچه ها دارن تو حال نهار میخورن. پس من نمیام، میرم دیگه. نه عزیزم بیا تو، بیا تو، بیا تو، اونا تو حال دارن نهار میخورن، بیا بریم تو اتاق. ببخشید. آره بیا تو. سلام خانم. سلام. خسته نباشید. ببخشید شما که تو پارت نشستید و حتما هر روز میایید، این خواستم ببینم این خانم تا حالا ندیدید؟ نه. مطمئنین؟ بله. دست شما درد نکن. خیلی ممنون. من جون ببخش، من همش مصاحبت میشم، به غیر از تو هیچ کس ندارم. بیا میشه. نه عزیزم سری چون بشین، خیلی خوش اومدی، خونه خودته. دست درد نکن. بشین فداشم، بشین، منم میام پیشت. رسول، یه دیگه نام بگه رسول مچه. بیا ازم، بیا بشین، برات نهار آوردم. نهار کی میخوره؟ سردرد دارم، کور میشم. یه قرص با یه لیوان آب به من میدی؟ من با حالت بده؟ خیلی حالم بده. باش از، بشین الان برات میارم. خیلی حالم بده.
خانم چه کاری آخه؟ نه خیلی من دست شما در نه هم دارم اینا مرزا کن همون بلایی که داشتن سر من میابردن سر اینم آوردن. آی خانم بله دیروز همینجا پاس شناسنامه منو زدن بله به من چه؟ یه خانمی بود با چشمای رنگی اینجاش هم جای یه زخم بود. مرسی توجه چه ظریفینی ها میشناسیش؟ به من چه؟ با شما دارم صحبت میکنم میشناسی این خانمو؟ آقا مزار نشو برو بر برو بر میگم میشناسیش؟ ای بابا میگه کجاست یا نه؟ ببین خوشتیم من اومدم اینجا فقط ویزا بگیرم همین اومده ویزا بگیری دیگه بله. الان که زنگ زدم پلیس اومد متوجه میشه. گفتی چه شکلی بود؟ گفتم که چشماش رنگی بود آبی یا سبز یه زخم بالای چشمش بود. آهان همون که چشاش سبز رنگه یه زخم بالای ابروشه و این آره میشناسمش نگار سجله. آدرسش کجاست؟ خب همینجوری که نمیگیم 500 رد کن بیا تا بگم. نمیتونم 500 تومن بدم. ببین آقا شما مگه شناسنامه پاستو گم نکردی؟ چرا؟ خیلی خوب المصنای شناسنامه دو سه ماهی طول میکشه. پاسپورت هم که هیچ جالا حالا باید بدوی 500 بده دست نگار بزنم تو دسته 250 تومن بهت میدم. میگی کجاست یا نه؟ نه آقا تو خجالت نمیکشی؟ دزدی میکنی باجم میخوای؟ عجب روی داری ها دنبالم را بیفتی ها میگم مزاحمه برو اونور برو اونور بگو کجاست؟ نمیدونم خانم با شما هستم دیگه بر نمیگردم باشیونه ای خدا چیه؟ اومدم سلام علیکم سلام عمو سفر مخلصم خیلی خوش اومدی قربان تو عمو سفر ما دیدیم شما نیومدی به ما سر بزنی گفتیم ما بیام بهت سر بزنیم قدمت رو چشم نوکرتم ناصر جان مثل که مهمون داری میخوای برم بعدا مزاحمت بشم نه ناصر جان هم ولایتیه میشناسیش بعدا برات میگم ولی یه دونه رشته بخرم حالا حالا بلند شدی دیگه بابا آه چی شد مهمون عزیز اومده سلام علیکم سلام علیکم سلام هم احوال شما بفرمی بفرمی ابو سفر بزر نباشم نه عزیزم بور برسم خیلی خوش اومدی باز ممنون که یاد ما هستی ستاره دختر گلم سیب برات پس کندم بیا بخور داشتی چی میخوندی؟ عروسک قشنگم قرمز عزیز دل خانم نمیشنوی دارن زنگ میزنن برو ببین کیه برو اینجوری میکنی آخه جونم چیه آخه این چه طرز رفتاره بابا قربونه دارم گره که مامان درست میکنه برات عزیز دلم تو معلومه چی کار داری میکنی؟ قلبشو بیا دست بزن ببین چجوری داره تاپ تاپ میکنه انقدر تکرار کردی انقدر تکرار کردی این بچه هر کی زنگ میزنه فکر میکنه پلیس قلبش میفته خیلی خوب خانوم لازم نکرده بکنی برای من قصه داری برو ببین کیه در آجا کار تو هنوز اون بالا چنبره زدی نشستی؟ بیا پایین دیگه چقدر تو ترسویی آخه به این بچه چی میخواد تو یاد بدی ها؟ پلیس مولیس نباشه. این دختره است. دختره کیه؟ من دارم دروغ میگم. من دارم دروغ میگم. آره 20 تا پلیس واسه آقا رو دستبند بزنن ببرن. میگم دختره است. بابا هی میگه دختره است، دختره است. دختره کیه؟ شناسنامه ای چیه؟ دختره اسمش چیه؟ من نمیدونم. ها خب از اول بگو این نگار سجلیه. ها چیه؟ نیشه تا اینجا باز شد. ماما من میخوام ستر دو ببینم. من میخوام ستر دو ببینم. بی خود برو تو ببینم. ستر دو ببینم. اینه واسه من آدم شده. میخوام ستر دو. برو تو. به بچه چی کار داری خانم ولش کن خوشم نمیاد این دختره رو ببینه متوجه میشی یا نه جون به جونتون کنن همه تون مثل همین چشم ندارید همدیگه رو ببینید چی گفتی؟ گفتم عجب زن مهربونی دارم خودتی پرویز خودتی آه. نگار در بازه چرا نمیای تو درسته که ما گل نیستیم و میوه نمیدیم اما خوشحال میشیم ببینیم من نوکرتم
میدونی چیه ناصر جان؟ بعد از فوت پدر خدا بیامرزت من دیگه به عشق کی بکوبم بیام ده؟ ها؟ به اختیار داری؟ مگه من مردم همون سفر؟ ای بابا آخه پدر سلواتی تو خودت سال یه بار میایی ده که به من میگی برو؟ بله درست میگه اونجا وضع کار خرابه مجبورم برم شهر دیگه اما پرویز خان بحبه نگاست جدی سلام علیکم سلام این طرف ها در واسه شما نمی کنی دستم بند بود پلیس مده بابا رو ببره خب چی برای ما آوردی بیا پلیس مده بابا رو ببره چی میگی تو همین دوتا و چند تا بابا من گفتم الان دم کنکوره تو هم که زبل و زرنگی ماشالله 10 تا 20 تا 50 تا نه بابا از وقتی کارت ملی اومده کارکاسه ما کساد شده اینم تازه با ترس و لرز زدم از یه آدم خیلی با کلاس خیلی کارش درست بود من پلیس اومده بابا رو ببره نه دخترم پلیس چه دوست باباست بیا نگاه کن خب میگم نگار جان تو کارت ملی بیا چه فرقی میکنه کارت ملی که بهتره فقط اسم عوض میشه نگار سجلی میشه کارت ملی بابا کارتی و ملی بودنش مهم نیست مهم اینه که چون کارت ملی سبکه آقایو میذارن تو جیب کتشون خانوما میذارن تو کیفشون واسه همین کاسبی ما نصف شده خلاصه سگماتو واکن بیا بابا تو دیگه کی هستی دست درد نکنه میدونستم با دست پر اومدی باریکلا ولی ازت انتظار بیشتری میدم ببینم زری نیست چیکارش داری میخوام چای بخورم بشین اینجا خودم الان یه چای تازه دم برات میارم فقط واسهت باشه نقد نسیه قبول نیست اومدی نسازی ها خدایا من دل کیو شکوندم میبینی زری خانم یاد بگیر نصف توه دیرو به نگار زنگ زدم گفتم یه شناسنامه لازم دارم شناسنامه رو که آورد هیچی یه گذرنامه هم برام آورده همه زن دارن ما هم زن داریم 2000 ارزه نداری زری خانم بدت نیادا 2000 راست میگی حق داری من واقعا تو زندگیت بی ارزه بودم پرویز من واقعا بی ارزه بودم تو زندگیت اگر به این میگی ارزه آره من بی ارزم حق داری من بی ارزم آقا پرویز من تو خونه بابام پول دزدی نخوردم دیگه هم از این به بعد تو خونه تو پول دزدی نمیخورم یادت پرویز اول که اومدی خواستگاریم چی گفتی بهم نه یادت نیست تو یادت نیست چون اگه یادت بود اینجوری با من حرف نمیزدی من اصلا از تو توقع نداشتم به من بگی بیارزه نه دیگه نمیمونم روز اولی که گفتی زری خانم زری خانم من یک زن خونه دار میخوام اگه از اول به من گفته بودی یه زن دزد میخوام قاچاق فروش میخوام یه جوری دیگه باهات زندگی میکردم نه اینجوری پرویز نه اینجوری اصلا از تو توقع نداشتم بیا ببینم بیا ببینم باید بری یادت میاد پرویز به من چی میگفتی؟ میگفتی زری خانوم دلم میخواد از سر کار که بیام بوی قضاد کل خونه رو برداره کون حرفا کون روزا چه بلای سر زندگیمون آوردی آخه تو کجایی آخه خودت تو گم کردی پرویز زندگی نیست برای من بچم درست کردی بابا اینه همه شعاره بوی عطر قضا پول نمیخواد خب میخواد دیگه من الانش هم همینو میگم ببینم قابلمه بدون گوشت بوی ازش در میاد نه در میاد ماما ازم یا بابا طلاق بگیرم بفرما ببین بچه چی داره میگه پرویز من از تو قابلمه پر گوشت خواستم من فقط یکم نون حلال خواستم نون حلال این خیلی سخته این برای تو که مردی خیلی سخته به بچه نگاه کن ببین چجوری داره عین بید میلرزه یه پلیس میبینه نمیدونه کجا بره قایم شه این زندگی واقعی من و توی این بچه چرا نمیخوای بفهمی من دیگه طاقت ندارم میخوام برم یک لحظه هم دیگه پیش تو نمیمونم حالا بی خود صدا تو نبردار گریم نکن جلو بچه بده بشین سر خونه زندگی زن بچه بازی داره بردی من بازی رو شروع کردم پرویز من بازی رو شروع کردم یا تو تو هر وقت بازی رو تموم کردی بیا دنبالت منو بچت فهمیدی یا نه خب ناصر جان تعریف کن ببینم تازگی ها چه خبر راستش همون سفر یه چیزایی شنیده بودم نگران شدم خیره انشالله
اولش فکر کردم که شایعه است، بعد رفتم تحقیق کردم دیدم نه، باغا و ویلاهای اینجا ناامن شده. سوزوندی منو تو این زندگی پرویز، سوزوندی منو، خدا به سوزونته. ببین من توضیح میدم بابا جون، یه دقیقه وایسا. نمیخوام صدا تو بشنوم، نمیخوام باهات حرف بزنم. هر وقت حلال حرام سرت شد، هر وقت آدم شدی بیا دنبال زن و بچه‌ت، دیگه نمیخوام ببینمت. ده زری خانم کجا در خدمت باشیم؟ دو تا کلوم باهات حرف دارم، دو تا کلوم. میخوای بشنو میخوای نشنو، این راهی که داری میری به قبرستونه، به قبرستون. فهمیدی یا نه؟ واسه ببینم. نه نفهمیدم. ما از قبرستون راه افتادیم، اصلا مبدأمون قبرستون بوده. حالا اگه مقصدمون قبرستون باشه که توفیق نیاره. من چه میدونم؟ واسه ببینم. برو پولم ورده بیارین. زن بچه‌ت دارم میرم، خوبیت ندارم. دستتو بکش ولم کن. تو یه دقیقه بشین من پولو میارم. چی یه دقیقه بشین؟ من اینجا یه دقیقه نمونم ببینم زن بچه‌ت. وایسا ببینم زن خانم. اصلا میری چیه؟ یه ساعت دیگه میای پارک پولو تحویل میدی. فهمیدی؟ ولم کن. بفرما. برید. به درک هر جفتتون برید. یه باندی جدیدن پیدا شده که کارشون اینه که کشیت میکشن با آقا و ویلاهایی که سرایدار پیر داشته باشن یا تنها باشن، شبونه میریزن سرشو میکشنش، اسباب اساسی رو بار میکنن میبرن. مثل که همین یکی دو شب پیشم یه سرایدار رو کشتن. نه بابا، به خاطر همین دلنگرونت شدم، گفتم بیام بهت خبر بدم که اگر تونستی به سابقت بگی که یا خودش بیاد یا یکی دو نفر رو بیاره بذاره اینجا که تو تنها نباشی. خدا خیرت بده ناصر جان. صاحب باغ 3-4 ماهی نیست. نیست؟ واقعیتش خانم صاحب باغ ناخوش احواله، بردتش 3-4 ماهی خارج از کشور برای دوا درمون. آه. الو نگار، کجایی بابا؟ نیم ساعت منو کاشتی. ببین کاری برام پیش اومده، نمیتونم بیام. ساعت 7 میام سر قرار. چطوره؟ ببین پرویز خان، اومدی و نسازی. تو دو سال داری با من کار میکنی، من پولمو نقد میگیرم. اگه تا نیم ساعت دیگه اینجا بودی بودی، اگه نبودی سجل بی سجل همه رو لولو میبره. فهمیدی؟ خدافظ. الو این از پارک قیطریه، بعد میاد اینجا پارک ملت، اینم پارک هنرمندان. کجایی؟ حتما باید یه جای قرار بذاری همه عالم و آدم ما رو ببینه. آره پول رو رد کن بیاد. خب میموندی اونجا تو خونه میگرفتی دیگه. گفتم نمیشه دو ساعت من اینجا کاشتی. پولو بده. خیلی خوب، پولو بده، پولو بده. بفرما. لازم نیست بشموری، درسته. میگن پولو از رو زمینم که پیدا میکنی یا بشمورش. بعدم این کمه. اه؟ کمه؟ آبکش بگیزیرش. یه شناسنامه بوده، یه گذرنامه، 5 تا کارت ملی. حساب کن می چقدر میشه. مامورا ردمو زدن. دیگه این قیمتا صرف نمیکنه. اگه شناسنامه میخوای بعد قیمتا بکشی بالا. لازم نیست بگی ردمو زدن. بگو میخوام فیره ببرم بالا. من خودم استاد این کارام. بابا یه پیرمرد است، از صبح هر جا میرم دنبالم میاد. نکنه خاطر خواد شده. آره، تو چشت درات. غلام جان یادت باشه یادم بندازی چای بگیرم. چایمو تموم شده. باشه. عمو صفر. چونه؟ من یه خورده خیالم ناراحت ها. منظورت چیه عمو جان؟ منظورم اینه که امانت داری کار خیلی سختیه، کمر آدمو خورد میکنه. چطور مگه؟ خب من فکر کردم که اگر یه وقتی 4-5 دوز ریخت تو این باغ، من دستنه ای که کاری از دستم بر نمیاد که. عمو جان به نظرت میگی چی کار کنیم؟ من نمیدونم برای من یه چیزی به ذهنم رسیدم. یه دوستی دارم اسمش پرویز پلنگه. پلنگ؟ آره یه خورده کوچیکتر، ولی یه چیزه خیلی جگرداره. اگر فرصت کنه بیاد راحت 10 دوز حریفه.
والا چی بگم؟ در صورت ما اگه یه وقتی خوابمون ببره نصف شب 5 تا دزد بیاد 4 تا دزد بیاد اون قضیه سرایداره بود گفتم ها. نگو ولش کن، زنگ بزن اصلا بگو بیاد. خود ناکسشه. ببین ناصر، تو اخلاق منو میدونی، زیر سنگم بری پیدات میکنم. عمرن دستت به من برسه. من تو رو دور زدم، اتفاقا جلو دور زدن تو رو گرفتم. داداش چیزی که عوض داره گله نداره. تو پول ما رو هاپولی کردی کشیدی بالا، منم جنسا رو نگر میدارم تا زمانی که پولم رو بهم بدی. باشه، کار جدید یاد گرفتی. خیلی خوب، حرفی نیست، تو جنسا رو بیار پولتو بگیر. نه نشد دیگه، یه بار نیشتو نوش جون کردم بسه. پولو میریزی به حساب؟ جنسو به تحویل میدم. باریکلا، گروکشی هم که میکنی جوجه. خب چاره دیگه ای نداشتم. به هم میرسیم. روشی همون صفا روشی کجا میدی همون؟ نهارتونو آماده کردم ناصر جان، با بوسخالام بخورید. من میرم بیرون یه کاری دارم، شب بر میگردم. چیزی نمیخوای برات بگیرم؟ فقط سلامتی. چی کرت و پرت میگی بابا؟ با کی داری؟ الو، واسط میفرستم. پولی که ریختی بزنگ، یه ساعت بعد جنسه رو تحویلت میدم. شماره حساب. نمیتونم آقا شهاب، نمیتونم. ببینم مگه ردشو پیدا نکردی؟ چرا؟ اسمشم که بلدی. بلند شو برو کلانتری، همه چی رو بگو. ببین بهت قول میدم یه روزه هم پاسپورت پیدا میشه هم شناسنامه. بحث پاس و شناسنامه نیست. ببخشید پس مشکل چیه؟ مشکلی که نمیتونم ازش شکایت کنم. ده نمیشه که آقا جان من، دزدی کرده، شما باید بری به پلیس گزارش بدی. شهاب جان، اون که تنها پاسپورت و شناسنامه رو نبرده که. یعنی چی؟ نمیتونم بهت بگم. هی بابا کشتی منو دیگه، بگو چی برده بابا. خب کیا بودن دیگه؟ نه در. سلام علیکم خانم. سلام. ببخشید خانم، خواستم ببینم این خانم و شما تا حالا توی پارک ندیدی؟ نه آقا نمیشناسمش. یه نگاه بکن خالا ببین. گفتم که نمیشناسم آقا، عوض میخوام شرم. بله خب نمیشناسی دیگه، نمیشناسم. یه پیره مرد دنبال نگار میگرده، عکس نگار دستش بود. من چه میدونم؟ ای بابا، برادر زن ما رو باش. همین من مونده بود که دل به یه دختره. شهاب جان، مواظب حرف زدنت باش. چشم، حتما. من میرم. کجا؟ آه، ببخشید. میخواین تشریف ببرین پارک محل کارم خانم، بفرمید. موفق باشی، عاشق دل باخته یه همه چی تمام. فقط شهاب، با عاطفه چیزی نگی. بابا مگه خر مغزمو خورده بگم؟ همینجوری اگه بخوام بگم میدونی چیکار میکنه؟ سکته میکنه، میفته رو دستمون، اون وقت دیگه فقط بدبختیش واسه من میاد. پس لطفاً مواظب زبونت باش که چیزی بهش نگی. باشه، دل باخته یه عاشق دل شکسته. خداحافظ. خداحافظ. چه ناصر، پولو ریختم به حساب، آدرس بده. گوش کن پرویز، هر چی بین ما بوده تموم شده. جنساتم صحیح و سالم دست نخورده پیش منه. بیا کدورتا رو کنار بذاریم، یه کار توپل نون آبدار سراغ دارم. حیفه. چه؟ بازم سرکاریه؟ تو بیا، بهت میگم. آدرسم واسه اسمس میکنم. سلام علیکم. سلام آقا. آخیش خسته شدم. آقا ببخشید، شما تو این پارک زیاد تشریف میارید؟ چطور؟ خدمتتون عرض کنم که خواستم ببینم این دختر خانم رو شما قبلا ندیدید؟ میشناسینش آقا؟ دخترتونه؟ نه خیر، این دختر رفیقمه، باباش مریض حاله، باید پیداش کنم. اگر آدرسی نشونی دارین میتونین به من بدین، دیدمشون باهاتون تماس بگیرم. لطفاً قربونت برم.
اتفاقا قبلا نوشتم اینجا آماده کردم که اگر کسی مثل شما خواست محبت بکنه اینجا هم آدرس هم تلفن. سوسن، هی سوسن، چیه چی شده دنبالت ها؟ نه بابا دنبال من نیستن، یه نفر اومده دنبال نگار میگرده، آمار بده دره. تو از کجا میدونی؟ کو؟ اونا اون یارو خوش برام اینجا نشسته اونا. حالا جلو رو نکو بشین بشین. چطوره؟ حالا بگو ببینم نقشت چیه. من نشستم حساب کردم، سه ماه سابق نیستش. تو این سه ماه مایی 30 نفره که بگیری میشه چیکاره؟ 90 نفر. 90 تا 300 تومن؟ 27 میلیون. خدا بده برکت. یکی 2 تومن میدیم بابت تبلیغاتش، 4-5 تومن پول خورد و خوراکشون میشه، تهش چقدر میمونه؟ 20 میلیون. 10 تو 10 من. سه ماه میخوریم و میخوریم. نظرت چیه؟ اینجا حیفه واسه این کارا، ولی جون میده واسه یه کار دیگه. چه کاری؟ چه کاری؟ یه کاری که یه ماهه 10 برابر اون کاری که تو میگی سود توشه. 10 برابر؟ چه کاری هست؟ لابراتوار. آره لابراتوار، فیلم و عکس، عروس. دمت گرم. خب حالا که قراره که فیلم و عکس و عروس بزنیم، چرا بساط شومیشونو همینجا درست نکنیم با کالسکه و اینجور چیزا؟ ببین ناصر، تو متوجه نشدی یا واقعا خودتو به خنگی زدی؟ فیلم کدومه؟ عکس کدومه؟ عروسی و شام بدیم کدومه؟ اون مرده میگه که رو نیمکت نشسته، ولی بهش نمیخوره مأمور پأمور باشه ها. مأمور پأمورشو نمیدونم، فقط میدونم دنبال نگاره. شارژ موبایلم تموم شده، نمیتونم به نگار خبر بدم. یه جوری بهش آمار بده دره. خانم سلام علیکم. سلام. ببخشی یه کمکی من بکن. چی کار میکنی؟ نه بابا گدا نیستم که. خواستم ببینم که این خانم تا حالا تو پارک دیدی یا تو خیابون یه جایی؟ نه متاسفانه نمیشناسم. درست نگاه کن دخترم. نه تا حالا ندیدمش. دست درد نکنه. خداحافظ. ای آقا نگار اومد. کوش اونجاست. کجاست؟ نمیبینمش. آقا اینا دیگه این نگاره، نمیبینی اینا نگار؟ خودشه. کجا؟ پول رد کن بیا. الان فرار میکنه خانم، بذارم بگیرمش. به همین راحتی؟ آدم فروشی کرد، من کارکاسه میفتم 250 رد کن بیا. من که فراری نیستم که. بیا اینم پولت. 50 کمه. 50 خورد ندارم صدیه. بده من خورد میکنم. بگی ببینم چی شده. بازم دنبالتا؟ کی؟ اونها اون آقایی که اونجاست. بایسته ببینم. بایسته. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. ببخشید خواستم ببینم شما تو پارک اینجا قدم میزنید، این خانوم تا حالا تو پارک ندیدی؟ نه متاسفانه ندیدم. ثواب داره درست نگاه کنید. نه اینجا ندیدم. ندیدی؟ خدا قوت. خدا وای پس خری کجا داری میری؟ بایسته ببینم پولو گرفتی داری فرار میکنی؟ به من چه آقا شما تنبله این لاک پوش را میری؟ مواظب حرف دهنت باش، بی تربیت. اوه چه؟ توقع داشتی میبینه افت بود دو طرفه؟ نه دیگه در میره. آقا ما کارمونو کردیم، پولمونم گرفتیم، حلاله. خداحافظ دادا. ببین دختر خانم، من تو سن 26 سالگی مدرک دکترامو گرفتم، متوجه ای؟ خب اشکال نداره، تا چند وقت دیگه فوق دیپلم میگیری. من پپه نیستم بخوای گولم بزنی. میگی کجاست یا نه؟ فکر کنم گزینه دو بهتره. منو مسخره میکنی؟ میخوای زنگ بزنم 2 دقیقه پلیس صدا در بیا تحویلت بدم؟ ببین دختر، من شناسنامه پاسپورتم برام مهم نیست، من با خودش کار دارم. عجب گیری کردیم آقا. بیا بشین به توضیح بدم. تو کار خلافی؟ فکر کن آره، میخوام تا 1 ساعت دیگه اینجا باشه. آقا دکتر مگه ساندویچه؟ گاماس گاماس، من باید بدونم باش چی کار داری؟ به خودم مربوطه. آها خصوصیه. بله خصوصیه. باشه یکی 2 ساعت بشین اینجا تا هم برم پیداش کنم. شماره داری؟ شماره برای چی میخوای؟ نه ترس مامانت نمیفهمه. از اون سر پارک که نمیتونم بودم بیام اینجا خبرت کنم که، باید به تلفن بزنم. حتما این دفعه میخوای بهم کلک بزنی. ببین داداش اون دفعه ما کلک نزدیم، شما این لاک پشت رفتی دنبالش. ببین اون دکه رو میبینی؟ گوشی آبجو شارژ نداره. یه شارژ بگیر بیا.
فرمایش دیگه نداری؟ بذار فکر کنم. نه برو پرویز خان، این عمو سفر ما خیلی با سلیقه است. معلومه، خیار و گوجه، پنیر تبریز، نون بربری داغ. میشه جون میگم عمو سفر، این آقادامو چه نمیبریم حالا جشن کنیم؟ کجا ببرم بابا؟ این همه مراکز ترک اعتیاد. البته اینم بگم ها، تو سن و سان آقا غلام ما یک کمی خطرناک هم هست. یک کم که چه ارز کنم والله. راستی پرویز خان، شما اون مرکز ترک اعتیاد تو هنوز داری یا نداری؟ نه والله. میدونی کار ما فی سبیل الله سم و سفر، یعنی برای مردم کار میکنی. گفتم بابا کار از ما، مکان از شما، برکتم از خدا، ولی طرف خیلی پولکی بود، قبول نکرد. عجب آدم هایی بعد دور زمان نیستده. یعنی جمع کردی کلن؟ چی بگم، ما که چیزی نداشتیم که جمع کنیم، همونجوری گذاشتیم اومدیم دیگه. بفهمید بفهمید. هی کلن چی شد؟ بخورم مارم چرتی کرده. پاشو دیگه، پس چقدر میخوابی؟ پاشو ببینم. پاشم که چی؟ چی کار کنم؟ برو دو سه تا من پول جور کن بیار، الان این بچه میاد اینجا شر به پا میکنه، خون را میندازه. تو هم دل خوشی داری یا؟ کی دیگه به من پول میده؟ کی من آدم حساب پاشو میکنه؟ پاشو ببینم. لب کن بابا. ایوا باز که دوباره خوابیدی، بلنشو ببینم. اه اومدیم یه دقیقه کپ مرگمونو بذاریم. ها چه بوی خوبی میاد. امروز غذا داری؟ آره، صاحبکار همزلی گوش نظری آورده، به همه یکی یه قسمت داده. امروز تو این محل همه آب گوش دارن. خدا خیرش بده. میدونی الان چند وقتی که یه آبگوشتی حسابی نخوردیم؟ اه سودپز از کجا رسیده؟ مال همسایه است، گرفتم که زود بپزه، نهارمون زود آماده بشه، بعدش هم این پیکنیک دیرتر تموم بشه. خدا تلویزیون کجا داری میبری؟ دارم میبرم بذارم خونه همسایه، الان اگه بیاد ببینه پولیس اینم برمیداره میبره. سرش گرم کن تا من بیام. ای وای صدا در اومد. خودش جانم مادر. مامان بده برم. خیلی خوب بده. خیلی خوب، آروم باش، آبروزی در نیار پسر جون، از اینجا بیرونمون میکنن ها، آواره کوچه و خیاب. جهنم که آواره میشی. مادر جون من با یه بدبختی این اتاق پیدا کردم، تو رو خدا آروم باش. مگه تو به من نگفتی دو ساعت دیگه پول حاضر میکنم؟ خیلی خوب، من الان به بابات میگم که بره بقال سر کوچه باش صحبت کنه، پول قرض کنه بگیره برات بیاره. خیلی خوب تو آروم باش. بی خود برای خودتون حساب باز نکنی، من یک قرون از کسی قرض نمیگیرم. پولی هم که جنابالی و آقا پسرت از در و همسایه و نمیدونم بقال و چقال و اینا گرفته اصلا قبول ندارم. برید هر کاری که میخوای بکنی بکن، برو برو اصلا آفتابه رو برو بفرم. مثل که نمیفهمی ما میخوایی نمیفهمی. سر کن سر کن. میدید تو چه فکری بودم امو؟ چی امو؟ باعث شرمندگی منه، پرویز خان مهمونه، امروز به ما چلو کباب داد، ببخشید. نوشه جونه دمون سفر، من اولی که شما دیدم فهمیدم دل دریاست. این هم پرویز ما تحصیلات خارجه دارم، تخصصشم توی ترک اعتیاد جوان هست. تا حالا تعداد زیادی جوان رو ترک داده و رفتن سر خون زندگیش. دستش درد نکنه. میگم پرویز خان پس چرا الان این کار انجام نمیدی؟ پول عمو سفر، پول. عمو پرویز ما دنبال این بوده که 10 تا 15 تا 100 تا جوونو ترکشون بده برن سیه خونه زندگیشون. خدا انشالله عوض بهت بده. میدونی چیه پرویز خان، خود من به این نمک
حاضرم نصف زندگیمو بدم این غلام حالش خوب بشه بره سر زندگیش. نمیدونی من حال من خوب. بابات برده گذاشته مغازه درست کنه. تو رو خدا آروم باش، خواهش میکنم. من این حرف آروم نیست، من پول میخوام. نکن مادر، مرد یه کاری بکن، از اینجا بندازنمون بیرون. من چه خاکی به سرم بریزن دیگه. به جهنم، به کیزن، به کیزن. حقیقته ایه چیه دونته عزیز، دور دونته. یادته به هفت گفتم از نیلی بذاره این نظر، ولی کردی هی پولای اسکلاس رو برداشتی لوله کردی، کردی تو دهنش، گفتی برو مادرم برو سیگار بکش. حالا بیا ابو آب گوشتاره بو برگم بده، مال مردم جوان مردم چی بدم؟ گوشتاره بو اقلن اونها رو ازش بگیر. وایسو فرزاد، وایسو مادر، وایسو ببینم، وایسو کارت دارم. چی میگی؟ کجا داری میبری؟ زود پس مال مردمه. پول میدی یا نه؟ بذار لااقل غذاشو خالی کنم بعدم ببر. پول میدی یا نه؟ خدای من بابا صداتو بیار پایین. خیلی خوب یه دقیقه وایسو اینجا، من در خونه همسایه ها رو بزنم ببینم میتونم برات بگیرم. 5 دقیقه بهت وقت میدم وگرنه رفتم. باشه باشه، وایسو اینجا، وایسو اینجا. ببخشید آقا. واسه ترک اعتیاد جوانان یه جایی هست به نام کمپ. بله. کمپ چی داره؟ درخت داره، فضای سبز داره، استخر داره، محیط ساکت و سالم احتیاج داره. بله. من یه هایی به ذهنم رسید که خب حالا اگر شرایطش برا هم بشه چهار تا جوان رو همینجا میتونیم بیاریم ترک بدیم. اینجا والا چجوری واسهت بگم؟ خودت میدونی که من صاحب اینجا نیستم، من سرایدار اینجام. صاحب اینجا پرویز خان برای مداوای خانومش یه دو سه ماهی رفتن خارج. خب میترسم قصبی حساب بشه آخه. اما ما که کار خلاف نمیخوایم بکنیم، میخوام یه مشتی جوونو برداریم بیاریم اینجا، ترکشون بدیم بفرستشون سر خونه زندگیشون. دعای خیر پدر، مادر، برادر، زن، بچه نصیب هم خودت میشه هم صاحب باغ. بله تازه پول برقش و آبش هم میدی. من به نوبه خودم دست پرویز خانم میبوسم. حالا که کار خیره من هیچ حرفی ندارم. شروع کنید. با آقای صارمی هم من صحبت میکنم. فکر نمی کنم اونم آدم خیریه مخالفتی بکنه. ببخشید از خانم، غریبه نیستیم، مشکلی پیش اومده؟ نه خیر ببینی آقا، ما تازه اومدیم اینجا همسایتونیم. کیف پولم تو خونه جا مونده، کلیدش هم گم کردم، وقتم ندارم الان برم کلید ساز بیارم. اگه میشه 3000 تومان به من قرض بدین، پسرم حالش خوب نیست. خیر ببینی. خدمت شما. ببخشید تو رو خدا. یه بگی آج خانم. بله. یه موقع تو رو خدا فکر نکنیم بابت مهنت پول اومدم. نه تو همسایگی وظیفه است، فقط میخواستم بهتون بگم این راش نیست. شرمندم آقا، 3 سالی هست که این خاک بر سرمون شده. بچه‌م این گل داره جلوششم پرپر میشه. نمیدونم چی کار باید بکنم. برادر من خیلی از پسر شما وضعیتش بدتر بود. شیشه‌های خونه رو خورد می‌کرد، هر بده می‌کشید، آبرومونو برده بود تو محل. ولی الان خوب شده. ازدواج کرده. راست میگین؟ مگه میشه؟ بله خانم، سیگارم نمی‌کشه. الان خلافش آدامسه. حالا شما میگین باید چیکار کنم؟ بستگی داره جاش کجا باشه. اینجا که ما برادرمونو بردیم خوابوندیم، رو مخش یعنی رو فکرش کار میکنن، یه کار میکنن دیگه دور موادو خط میکشه. من 10 بار تا الان این کارو کردم، بردم ترکش دادم، همین که برگشته دوباره کشیده. خب دیگه خانم بستگی به جاش داره، هر چقدر هزینه کنی همون قدم سود داره. باشه آقا، هر طوری باشه جورش میکنم. شما آدرس اونجا رو دارین به ما بدین؟ آدرسش اتفاقا باید تو جیبم باشه، صاحب کنی بریم. اینا
بگید همونجا که برادر آقای بیخوابون دید. بله میشناسم. دستتون درد نکنه. چی شد؟ در رفته. یعنی چی در رفته؟ کجا رفته؟ من از کجا بدونم کجا رفته آقا؟ این همه من علاف کردی حالا میگی چه میدونم؟ میدونی چیه؟ یکی دیگه دنبالش بوده، فکر کرده مأمور بازار در رفته. حالا دو سه روز دیگه پیداش بشه من دیدمش به شما میزنگم. میزنگم چی خانم؟ درست صحبت کن. ای بابا، خب تلفن میزنم. پس لطف کنین سریع بهم زنگ بزنین چون همش نگرانم. چشم، حتما. به جون مامانم راست میگم، چرا اینجوری نگاه میکنین؟ خب زنگ میزنم دیگه. بفرمایید. خدافظ. فراموش نکنی. بشین پاشو. بشین پاشو. الو نگارم. فرمایه. بابا این پیله مرده بعد جوری پیله کرده، هر جا میرم رد نمو بزنه دنبالم میاد. عجب گیری افتاده. ببینم یه جای عملی سراغ نداری یه هفته خودم گم و گور کنم؟ ببین یه آدرس رو اسمس میکنم. سریع خودتو برسون اینجا. باشه. فقط مراقب باش تعقیبت نکنم. خیالات راحت، حواسم هست. خدافظ. پاشو پاشو. تو برو یه چایی وردی بیار. تنبلای بی عرضه. ببین تو من برمیگردم شما بشین پاشو رو ادامه میدی. بشین. پاشو. بشین. پاشو. سلام خانم. سلام. سلام. ممنون. پسرم آوردم اینجا ترک کنم. پیشتون رو لطف کنید. اس شهابش. فامیل اشعری. فرزند سیامک. چند سالته؟ 24. تحصیلات؟ دیپلم. چند سال معتاد شدی؟ مکاندس. برو. تعداد نفرات با مبلغ نمیخونه که ناسه. به من چرا میگه همو؟ به منشی باید بگی. شاید اصلا حساب کتاب داشته باشی. باید دیگه بزن تو ماشین. من سه دفعه حساب کردم. فرمیس با من امری ندارید؟ نه جمشید جان. جنسای لابراتوار رسید یا نه؟ بله جنسا رسید، تحویل انبار دادم. دست دادم. برو. متشکرم. رسید عمو جمشید. عمو سفر رو نیدی؟ عمو سفر تو حال خودش بود، داشت باغ میرفت بیرون. چیزی نگفت نه؟ نه به من چیزی نگفت. باش دعوت کرد. متشکرم. امری ندارید؟ بایزه شما. برو عزیز. بفرما. دوباره همون حساب در اومد. نگفتم. میگم راستی این عمو سفره خیلی مشکوک میزنه. حالا نمیشه محبت کنی. ما یه مقدارش حالا میدیم. یه خود همچین بعدش هم بقیهش میارم. اونم قصی اگه بشه ای کار بکنم. یه تخفیف به ما بده. باید با آقا پرویز صحبت کنیم چون ایشون مسئول اینجان. ببینم خانم مشکلی پیش اومده؟ ایشون تخفیف میخوان. خواستم شما باشون صحبت کنیم ببینم تخفیف میدین یا نه. تخفیف؟ پدر جون مگه اینجا بقالیه؟ ما اینجا کلی مخارج داریم که باید یه نوعی تامین بشه. اصلا امکان نداره تخفیف. آقا خدا خیرتون بده. به خدا با یک بدبختی و قرض و قوله ما 150,000 تومان جور کردیم آوردیم. یه تخفیف به ما بدین. خب اشکال نداره. حالا 150 تومانو بدین. ما بقیشو کی میاره؟ خب میاری. خدا شاهده با یه بدبختی این بچه رو آوردیم اینجا. همش میترسم یه وقت پشیمون بشه. خانم اوشی پولو لطفا بگیرید. باشه چشم. به نظر من خود ایشونم به معالجه احتیاج داره. مطل نکنید. با ایش کدومتون شوخی ندارم. بشین. پاشو. بشین. پاشو. سلام خانم فتوی. سلام ابی خان. امروز پذیرش دارین که؟ بله. فیشتون رو لطف کنید. فیش بده. اسم؟ اسم چی بود؟ آرمین صداش میکردم. فامیل؟ فامیلی چیه؟ تیلا مجهول الهویه. مجهول الهویه. فرزند؟ عباس. عباس. سن؟ چند سالته؟ چند سالته آرمین خان؟ یادم نیست. از یه 28 شیرین داره. تحصیلاتش چیه؟ قاعدتون؟ لیسانس هوافضا. خانم سیکله. به چی اعتیاد دارین؟ چهار عمل اصلی با هم داره. ترکیبی میزنه با هم قاطی میزنه. خب ببین خان رسیدم بخیر.
برقراری؟ برقرار برقرار که نه، حقیقتش پرویز خانم خدمت رسیدم بگم که من یه لحظه گوشی خدمتون باشه. من تماس میگیرم باهاتون. گوشی خدمت. خدمتتون رسیدم بگم که یعنی کار واجب داشتم. من 2 هفته پیش معرفی کرده بودم. 2 تا هم پری روز با 2 تا امروز میشه 6 تا دیگه. خب که چی؟ خب خدمتتون عرض کنم گفتم حسابمون تلمبار بشه رو هم دیگه بعد سخت تصفیهش. شما نگرانش نباش. به موقع پرداخت میشه. ببین ابی خان قرار ما بوده ماهی 30 نفر شما اینجا معرفی کن. درسته؟ با این 6 تایی هم که الان گفتی خیلی بشه میشه 20 تا. حالا حالاها کار داریم. اینجا 300 تا گنجایش داره عزیز من. پرویز خان شما نگران اون نباش. من 300 تا رو پر میکنم. فقط الان پشه ها تو جیبم داره یک درم هم دیگر دارن قاب میزنن. اما پرویز این هم ایبی کارش درسته. بچه تیزیه. بسیار خوب. دم شما گرم ناصر خان. پرویز خان خیلی کمه. اما ایبی پرویز خان کارش درسته. خیالت راحت. ببین آقای بی چند نفر دیگه بیاری اون 30 تات که تکمیل بشه حتما باهات تسبیح میکنیم. خیالت جمع باشه. چطوره؟ ما رو حرف شما حساب میکنیم. دست شما درد نکنیم. بفرمی. خدافظ شما. پاشو بشینید. یه بچه تیز. پاشو بابا. حواظ شام جمع. پاشو بابا. بشین. پاشو. استیکا. جونم آقا. الو چه جوری هست؟ خوب پیش میره؟ خیالتون راحت راحت. خیلی بهتر از روز اولش شده. بشین. باشین. یه استراحت بهشون بده. بشین. خسته نباشی. به به. دست درد نکنه. دست درد نکنه. گلوی تازه کنید. دست درد نکنه. بفرمایید. مرسی. اینم از کمپ. باید به فکر لابراتوار باشیم. میگم فبیز خان ببخشید. این ناهی بلند میشن میشینن خسته نمیشن اذیت نمیشن. عمو سفر تو دیگه چی هستی؟ عزیز من اینا اگه ورزش نکنن توی این آفتاب عرق نریزن این سموم چجوری از بدنشون خارج بشه؟ خب بعد این دیدم غلامم آب میریخ این چیه؟ عمو سفر غلام وقتی آب میریزه مثل آدمی هست که میره توی حموم چیسته میکشه چرک ازش میاد بیرون. این آبه که میریزه این سموما میاد بیرون. خدا لعنت کنه اون کسایی که باعث بانی میشن این چرک ها بره تو بدن این بدبخت ها. خب چطوره؟ این هم اکم مونده چی؟ چی؟ لابراتوار. پرویز جون داداش من میگم هنوزم بی خیال لابراتوار شی. اگه بگیرنمون جرمش سنگینه ها. ای بابا تو دیگه چرا نفوس بد میزنی؟ آدم یا خلاف نمیکنه یا خلاف درست حسابی میکنه. جرمش سنگینه پدرمونو در میارن ها. خیالت راحت باشه. یه مقدار پول دادم بچه‌ها قرار وسایلش هم بیارن. یه عده‌ام تو کارگاه مشغولن. تو خیالت راحت بشه. گیر نمیافتی. چرشی خان بفرمان ناصر خان بداشت یه سری بزن به کار دارم چشم بفرمان نگار خانم ببخشید شما همونی که جلوی سفارت آب انار ریختی رو کتش اشتباه گرفتین آقای محترم مگه شما نگار سجل نیستین؟ چی میخوای؟ پاسو شناسنامم آقای محترم من رفتم کت شما رو اون روز شستم تحویلتون دادم ممکنه تو جیبش افتاده باشه به من چه؟ ببین خانم محترم من 10 روز وقتم رو گذاشتم و همش دنبال شما تا اینجام ردتون رو پیدا کردم پاسو شناسنامم رو لطف کنید که چی؟ ببینین دوستتون دست من نیست ببینین دوستتون همه چیز برای من تعریف کرده من پاسو شناسنامه رو میخوام خیلی خب برو واسط میارم الان میخوام الان پیش من نیست آدرس بده من میفرستم دم خونتون خوبه
چند دقیقه بشین تو ماشین باهاتون صحبت دارم. برو بابا. خانم با شما هستم. خیلی خوب، چی داد میزنی؟ چند دقیقه بشین باهاتون حرف دارم. خیلی خوب. چرا؟ چی چرا؟ چرا دزدی؟ بشین تو ماشین، من با تر نسارم. چی کار میکنی؟ بهت میگم نرو. چیه؟ باز کن. پرویز خان شمایی؟ نه من با پرویز خان کار دارم. معتاد آوردی؟ نه خیر، پرویز خان کار دارم. باز ببینیم بابا کجا داری میری قربونه. با پرویز خان کار دارم. خیلی خوب. ابو پرویز، یه نفر اومده دمه در باید کار داره. با من؟ آره. کیه؟ من چه میدونم، ولی قیافش به تیپ من و تو نمیخوره. نکنه یه وقت این دختر ما رو لو داده باشه، مامور پروانه چیزی باشه. نگار زرنگتر از یار. پرویز خان، یه آقای این اینجا چی کار میکنه؟ زهر ما رو پرویز خان، مگه پشت گوشی نگفتم مراقب باش کسی تعقیبت نکنه؟ این مرد که کیه دنبال خود رو انداختی اومدی؟ بزنم تون گوشه. خجالت میشی دست رو زمولم میکنی؟ آقا بیخیه پاتو شناسنامه من بده. یه دقیقه صبر کن. چرا اینقدر شلوغش میکنه؟ این یارو کار میده دستمون ها. ای نمیری دستمون بلند میکنه. خیلی خوب شلوغش نکن، من درستش میکنم. برو ببینم چی کار میکنه. آداش یه دقیقه صبر کن، تو خبره برو تو ساختمون. من پاس و شناسنامه میخوام. میدم بهت، اجازه بده دو دقیقه بیا بیرون باد کار دارم. بیا. فرزادم سلام بابا، حالا چطوره بابا جون؟ یه رخ سیگار بده من بابا. بذار بابا برسم از اون وقت بعد بگو. بده تو خبر. حالا چطوره بابا؟ واسه یه نخ سیگار دارم میمیرم، بده یه نخ سیگار بده من. بابا من دیروز 5 تا پاک از سیگار گرفتم آوردم دادم به این. کی بود اسمش؟ این پرویز خان که بهت بده. چی شو بابا؟ 5 تا پاکت چه؟ روزی 4 نخ بیشتر بابا نمیدم. بده الان یه نخ سیگار بده. صاحب کو ببینم. پرویز خان، آقا پرویز، مخلصت هم هستم داداش، هم گذرنامه تو میدونم هم شناسنامه تو. شما آدرس بده، فردا صبح اول وقت وسط میفرستم. من میخوام آقا پرویز رو ببینم. دیدیش که قربونت، با خودش میخوام حرف بزنم. من فکر کن پرویز، دیدیش که باش حرف زدی اون جوشیه قاطی میکنه. من مخلصتم هستم، پاسپورت و گذرنامه تو بهت میدم. باشه پرویز خان. پرویز خان چیه پدر جان؟ چرا صدا تو میبری بالا؟ چرا به پسر من سیگار نمیدید بکشه؟ من که سوای سهمیه شما 5 پاکت سیگار براش گرفته بودم، چرا بهش نمیدی؟ پسر شما بهتر زهر مار بکشه. پدر من قربونت برم، امروز آقا پسر شما 3 پاکت سیگار کشیده. کمه که؟ بابا پرویز خان چرا دروغ میگی؟ بابا من از صبح تا حالا 4 نخ سیگار بیشتر نکشیدم. اه اه اه. تو یه الف بچه میگی پرویز خان داره دروغ میگه؟ بابا به جون مامان، من اصلا انقدر زدن تو پلو میخواستم امروز در بیرم بیام خونه. اه؟ راه بازه و جادم دراز. خوش آمدی، بفرمایش. چی خوش اومدی؟ مرد حسابی هنوز 10 روز نشده خوش اومدی؟ پدر جون لازم نیست ادای منو در بیاری، اینا هم که مرغ نیستم من پاشونو ببندم جایی نرم، خودشون باید بخوان تا ترک کنن. اه؟ آخه مرد حسابی، آدم سالمم اگر بیارن اینجا کاری که شما باش میکنید بدتر میشه، چه برسه به اینا؟ بفرمایید من نامه فدایت شمم برای شما نوشته بودم، همینی که هم. بفرمایید.
خیلی خوب، بقیه پولمو بده تا ببرمش. بقیه پولتو بدم؟ هیچ میدونی این باغ چقدر میارزه؟ 2 میلیارد هزینه شده تا این باغ این شکلی شده. من اگه سردر این باغ مینوشتم فیلم برداری جهت عقد و عروسی، خیلی بیشتر از اینا در میآوردم. بله، وقت تو میگی بقیه پول منو بده، مگه مجانی میدی؟ ببین پدر جان، من حوصله جره بس ندارم. این 16 تو وردا دستشو بگیر. بیا بریم بابا جون، بیا بریم، خودم میرم برای سیگار میگیرم. منت اینا رو هم نمیخواد بکشی، همه سیگارا رو هم خودت بکش. ولی بابا جون سعی کن که کمتر بکشی. بیا بریم بابا، بیا بریم اینجا بشین. بیا بابا تو بشین اینجا تا من برم و برگردم. بشین. پدر جان بیاین بالا برسونمتون. خیلی ممنون، خودم میرم بابا. من مسیرم همین طرفه، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام پدر جان. سلام بابا. توی باغ دیدمتون. پسرم آوردم برای ترک. مگه اینجا مرکز ترک اعتیاده؟ والا چه میدونم، خودشون که میگن هست. نفری 300,000 تومان. اینجا اصلا قیافش به همچین چیزی نمیخوره. این جور مراکز اصولا باید از بهسیستی مجوز داشته باشن. راستش من الان داشتم میرفتم کلانتری، چون به اینا مشکوکم. راست میگم، بچه های مردم هم اینجوری میریزی تو استخ، یا طوریشون نشه خفه نشن. هوا چیزشون نمیشه بابا، میمیرن خونشون میفته گردنمونا. جمشید ما بریم ایستاری کارگو بزنیم. چشم آقا بفرمایید. برو برو. جناب زنگ همینجاست. در باز چی بازه؟ همو صفه. چه خبرته؟ درو شکوندی؟ آبا گفتم آخرش کار میدی دست اون مامورا ریختن اینجا. مامور اینجا چه کار میکنه؟ من چه میدونم، دختر ما رو لا داده. خیلی خوب، لازم نکرده دست با تو گم کنی. برو انبار پایین، به جمشید بگو جنسا رو جمع کنه. 6 میلیون پولی چی داده؟ 15 تومن. آخه بیار، اون قیمت فروششه. بودو، پسرمون جنسا رو بیا. دنبال من بیا. بودو، برو برو. کاره چه خبر اینجا؟ عرض میکنم خدمتتون، درست واسطه بنده سرایدار اینجا هستم، سفر هستم. خدمتتون عرض کنم که چند روز پیش اول این اومد، بعد ناصر و در عین من پرویز اینا اومدن. بله. مثلا یه کار خداپسندانه انجام بدن. بله. معتاد رو نجات بدن. ما هم گفتیم یه ثواب بکنیم، بعد شیشه واری راه انداختم. بلند شو وایسا. جان سنگ، این خانمم تو باغ بودن. تو اینجا چیکار میکردی؟ من هیچ، من همینجوری نگار.
دخترم اومدی ملاقات بابا؟ بله اومدم پدرمو ببینم. ببین چه ببینم بابا؟ تو چه نگاهشون داری؟ من که اومدم تو تیک نمیگی سه سال اخونه گشتی اومدی بابا دل نگرونه. بفرم سوابا بفرم ببینم دیگه. بفرم آخه کجا میبری این دخترمو؟ ای بگم خدا چی کارت کنه پرویز پلن. جناب صاحب خیلی متشکرم از لطف و محبت شما. خواهش می‌کنم وظیفه ما بود. شبه که شما هم تو زندگیتون موفق باشید. زنده باشید. خیلی لطف کردید. باشه. اگه بعد دنبال این مواد لعنتی نمی‌رفتم الان باید دخترمو تو ماشین عروس کنار دامادش بدرقه می‌کردم. نه تو ماشین پلیس کنار این همه آدم خلاف. آقا غلام بسه نخور. خدایا این چه بلایی بود که سر خودم و دخترم آوردم. ما دوتا